دوستان عزیز سلام، رمضان علی مطهری هستم با آموزش اصطلاحات و عبارتهای انگلیسی از طریق داستانهای کوتاه در خدمت شما عزیزان هستم. درس اول رو شروع میکنیم. عنوان درسمون هست Please get rid of that smell. لطفاً این بو رو از بین ببرید. دوستان عزیز، get rid of something means to remove something، یعنی چیز رو از بین بردن و از شر چیز خلاص شدن. بالتیمور MD USA، It's winter، فصل زمستان هست. باربرا پردگن 43 is driving her car، باربارای 43 ساله مشغول رانندگی هست. When she turns on the heater there's a terrible smell in her car. دوستان turn on یعنی روشن کردن، متضادش هست turn off. turn off یعنی خاموش کردن، turn on یعنی روشن کردن. میگه وقتی که ایشون بخاری ماشینش روشن میکنه there is a terrible smell in her car، یه بوی خیلی بده داخل ماشینش هست. دوستان terrible means awful، very bad. it gets worse and worse. دوستان get worse متضاد عبارت get better هست. get better یعنی بهتر شدن، get worse یعنی بهتر شدن. پس معنی جمله چی میشه؟ It gets worse and worse، یعنی این بو داره بدتر و بدتر میشه. She can't stand it. Can't stand means to dislike something very much، یعنی چیزی که براتون قابل تحمل نباشه و بعدتون بیاد. پس معنی جمله چی میشه الان؟ She can't stand it، یعنی ایشون این بو براش قابل تحمل نیست. She takes the car to the repair shop، ماشینشو میبره تعمیرگاه. What's the matter with my car؟ she asks. ایشون میپرسه که ماشین من مشکلش چیه؟ پس عبارت What's the matter with؟ یعنی معادلش هست What's the problem؟ شما میتونید از این عبارت در مورد اشخاص هم استفاده بکنه. مثلا کسی حالش گرفته هست، میخوایی بپرسه که شما چتون هست یا مشکلتون چیه، میتونید از همین عبارت استفاده بکنید. مثلا میتونید بگید که What's the matter with you؟ یعنی شما چتون هست، مشکلتون چیه؟ جمله بعدی Can you get rid of this smell؟ میتونید این بو رو از بین ببرید و از شر این بو خلاص شوید. The mechanic takes a look at the engine. دوستان عزیز take a look means to look at something very quickly، یه نگاه کوتاه، یه نگاه سریع به چیز انداختن. پس تعمیرکار یه نگاه سریع به موتور میندازه. He examines the heating system. examine یعنی بررسی کردن، بررسی میکنه، چک میکنه سیستم گرمایشی را. then Barbara screams. scream دوستان means shout. باربارا فریاد میزنه. she loses it. دوستان lose معنی اولش یعنی از دست دادن، اما اینجا کنترل خود را از دست دادن و هیجان زده شدن. ایشون کنترل خودش را از دست میده. The mechanic pulls out a big fat dead python. تعمیرکار بیرون میکشه یک مار پیتون بزرگ را. اینم از بخش اصلی درس. بریم سراغ اصطلاحات و عبارتهایی که در این درس استفاده شده. اولین اصطلاح درسمون هست دوستان عزیز get rid of something. get rid of something means to remove something، یعنی چیز را از بین بردن و از شر چیز خلاص شدن. Look at the example. It's time we get rid of all these old toys. یعنی وقتشه، زمانش رسیده که ما از شر این اسباب بازی های کهنه و قدیمی خلاص بشیم. The second expression is turn something on. Turn something on means to start a machine or the flow of electricity, water and etc. دوستان عزیز، turn on یعنی روشن کردن یا چیز رو به جریان انداختن. Look at the example. Jake turned on his computer and checked his email. Jake کامپیوترش رو روشن کرد و ایمیلش رو چک کرد. اصطلاح سوممون get worse and worse. get worse and worse means to become very bad، بدتر شدن. Look at the example. My economic situation is getting worse and worse. یعنی وضعیت اقتصادی من داره بدتر و بدتر میشه. اصطلاح بعدیمون هست دوستان can't stand something. can't stand something means to dislike something very much.
تحمل نکردن چیزی. For example, I can't stand the hot weather here. یعنی هوای گرمی اینجا برام قابل تحمل نیست. عبارت بعدی What's the matter with somebody or something? It means what's wrong with somebody or something. مشکلش چیه یا موضوع چیه. For example, what's the matter with my laptop? یعنی لپتاپ من مشکلش چیه. عبارت بعدی Take a look at something. Take a look at something means to look quickly at something. نگاه سره و نگاه گذرا به چیز انداختن. For example, can I take a look at my notes? Can I take a look at my notes? می توانم به یادداشت هایم نگاه بندازم. عبارت آخر lose it. Lose it means to become very angry, lose one's self-control. ناراحت شدن یا کنترل خود را از دست دادن. For example, she completely lost it with one of the kids in class. She completely lost it with one of the kids in class. یعنی او در کلاس از یک از بچه ها خیلی ناراحت شد. خب اینم درس اول از آموزش اصطلاحات و عبارات انگلیسی از طریق داستان‌های کوتاه. امیدوارم براتون مفید باشه و اگر از این سبک ویدئو خوشتون اومد حتما کانال ما رو سابسکرایب بفرمایید و دکمه لایک رو هم بزنید. خیلی متشکر، موفق و پیروز باشید.